آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در استودیو با ما همراه شدن. آقای آرامش خوش اومدین. از خبر همین غرق شدن رزنا و جنگ که حالت جنگی داشته در دریای سیاه بگیم، پیامدهای این اتفاق چه خواهد بود؟ حالا در مورد کشتی های صحبت کوتاهی بکنیم، ما الان از زمان جنگ فالکلند سال 1982 که ارتش بریتانیا و ارتش آرژانتین با همدیگه در جزایر فالکلند که آرژانتین به اونا میگن مالویناس درگیر شدن، کشتی کروزر، ما کروزر داریم که یک همچین کلاسی بوده، دیسترویر داریم یا به قول نافشکن داریم که بمب یه مقدار بزرگتره، و کشتی جنگی بتلشپ داریم. کلا اینا کاتگوری های مختلف ادوات و خب ناو هواپیمای رو زیر دریا اینا، ولی کروز شپ، مثلا میخوام کروز شپ، نه کروزر، کروزری که مثل کشتی مسکوا باشه، از سال 1982 تا حالا غرق نشده. یعنی میخوام بگم یک اهمیت بزرگ، چون هم از لحاظ دفاعی و هم از لحاظ تهاجمی کشتی های این کلاس کشتی بسیار بسیار قادر و بسیار به قول معروف پر از تسلیحات مختلف و تکنولوژی ها فناوری مختلف هستن که خودشون دفاع کنن. نکته اول. نکته دوم، دیروز ستاد فرماندهی نیروی دریایی ارتش روسیه در دریای سیاه گفتش که به خاطر هوای بد، اتفاقا نه، هوا دیروز حدودا 43 درجه فارنهایت بوده که میشه 4 یا 5 درجه سانتیگراد، باد حدودا 5 مایل در ساعت بوده که میشه حدودا تقریبا 8 کیلومتر در ساعت، هوای بد اصلا نبوده و به احتمال خیلی زیاد اون چیزی که اوکراینی ها میگن درست هست، موشک تایفون، یک موشک کروز هست که به اون خورده، و بعدم دیدیم که روس ها نتونستن اون رو حتی تا بندر بکشن و اون غرق شد. این هم از لحاظ حیثیتی و هم از لحاظ عملیاتی یک ضربه بزرگی هست به روسا. از لحاظ عملیاتی این کشتی مادر بود در ناو دریای سیاه روسا، اصلا اسم پایتختشون مسکو بر اون بود، مثل اینکه یک ناو اصلی رو اینها زدن. ولی از لحاظ عملیاتی هم مهم هست، 30 کشتی دارن روسیه در دریای سیاه، ولی همه اینها کشتی رزمی نیستن، کشتی ترابری دارن، کشتی مخابراتی دارن، کشتی حتی عرضم به حضور شما بهداشت برای مثل بیمارستان و غیره و زالک دارن. به عنوان کشتی اصلی و به خصوص کشتی که در اونجا ناو هواپیما بر نیست، اون از لحاظ عملیاتی تحت تاثیر قرار میده، به قول معروف اون رزم و توان رزم روس‌ها در دریای سیاه. و میشه عملا گفت بندر اودسا که یک بندر بسیار مهمی است در جنوب غرب اوکراین، حدودا 30 مایلی شرق مولدوا، از تهدیدهای دریایی این کشتی فعلا جان سالم خواهد بود. حالا اگه سوئد و فنلاند به عضویت ناتو در بیان، فکر می‌کنید که واکنش روسیه چه خواهد بود؟ خیلی‌ها به آقای پوتین همچین اعتباری میدادن، میگفتن ایشون یک استراتژیست بزرگ بسیار شطرنج‌بازی است. در ما دیدیم که اتفاقا بسیاری از اقدامات آقای پوتین در این چند ماه اخیر غلط از آب در اومد. اقدام اول، ایجاد درگیری بیشتر با کاخ سفید از زمان آمدن آقای بایدن به کاخ سفید. اقدام دوم، بردن این درگیری‌ها به مرحله بعدی و اشغال اوکراین. به قول ارزم بوزش ما اشکال سوم یا اشتباه سوم، ایجاد تهدید یا تهدیدهای لفظی اتمی که همه می‌دونن عملاً تهدیدهای توخالی است. و چهارم، اگر واقعاً آقای پوتین می‌خواست ناتو اینقدر متحد نشود، اوکراین که اشغال کرد در این 30 سال اخیر، ناتو به این اتحاد رو هیچ وقت حالا نداشته. و به اضافه اینکه سوئد و فنلاند که 60 اندی سال بی‌طرفی رو برگزیده بودن، الان اونها هم دارن به آغوش ناتو میان، و از اون طرف الان می‌بینیم که اوکراین شده گورستانی برای بسیاری از سربازان و ملوانان و همافرهای ارتش روسیه در خاک اوکراین. این که آقای پوتین رو این همه بهش اعتبار میدادن، حالا ممکنه در یک مقطعی ایشون به عنوان یک استراتژیست، یک راه متفکر راهبری رهبر موفق بوده، ولی این که در یک حکومتی دیکتاتوری شما عملا مشاورینتون گوش نمی‌کنید به حرفشون، این باعث مشکل ایجاد مشکل میشه در تصمیم گیری، و الان شکست بر شکست. زمان خیلی کمه، من می‌خوام این سوال سوم از شما بپرسم، این که چقدر میشه انتظار داشت که این بحران به مناطق دیگه اروپا هم سرایت بکنه؟ البته خیلی کوتاه لطفا. احتمالش فعلا کمه، به خاطر اینکه از لحاظ رزمی ارتش روسیه دیدیم حتی در اوکراین هم نتونست در سه جبهه بجنگه، جبهه شمال، جبهه شرق و جبهه جنوب. در جبهه کیف که کاملا شکست خوردن، الان متمرکزن بر جبهه شرق که جبهه دونباس میشه. توان رزم ارتش روسیه از آنچه که ما فکر میکردیم بسیار پایینتره، توان کادر افسرشون بسیار پایینتره، توان تجهیزات بسیار پایینتره، و اصلا مهمتر آنقدر فساد هست که الان در انبارهاشون خودشون دقیقا نمیدونن چقدر تسلیحات دارن یا ندارن. ممنونم از شما آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که در استودیو با ما همراه بودیم.